یکی از چیزایی که اشک جماعت رو در میاره و خیلی ها واقعا فقط به خاطر همین یه دونه با فاینال کات ایکس کار نمیکنن، خروجی گرفتن از فاینال کات برای نرم افزارهای حرفه‌ای صداست. به طور مثال شما میخواید این صداها رو بفرستید یه کسی که کارش ساوند دیزاین و میکس هست، کار حرفه‌ای رو این صداها انجام بده، ولی شما زمانی که اکسپورت رو بزنید برای شما یه ویو حالا یا AFF خروجی میگیره که استریوه و به درد کار میکس نمیخوره. احتمال داره شما بگید خب من میام اینجا از مثلا XML استفاده میکنم، میام مثلا اکسپورت XML رو میزنم و با اونور مثلا تو پروتولز XML رو ایمپورت میکنم. متاسفانه XML فاینال کات استاندارد خودش رو داره و خیلی از نرم افزارها نمیشناسن اونو. برای همین بعضی الان اومدن پلاگین نوشتن که فقط میاد XML فاینال کات رو به XML استاندارد تبدیل میکنه. مثلا $100 $200 هم پول میگیرن بابت این نرم افزار و بابت اون پلاگینی که خیلی هم ساده است. این به خاطر اینه که متاسفانه خیلی ها نمیدونن چقدر این کار راحته توی فاینال کات. حالا چجوری میشه این کارو کرد؟ شما در واقع چون ترک ندارید توی فاینال کات و ما که بخواید این صداها رو توی ترک های مختلف بذارید و خروجی بگیرید، باید به این صداها رول نسبت بدید، بگید تو رول صدای یکن، تو رول صدای دوان، تو حلقه اولن، تو حلقه دومن. چجوری میشه این کار انجام داد؟ من میام اینجا این فایل رو من اگر انتخاب بکنم، شما میبینید که اینجا نوشته رول دیالوگ. این فایل من میدونم موسیقیه، میام میذارم اسمش رو میوزیک. حالا اینجا من یه سری دیالوگ دارم که فرض کنید شما دیالوگای رابرت، من اسمش رو میارم رول دیالوگ رو بهش نسبت میدم و اینجا باز دوباره دیالوگ آدم رو هم بهش رول آدم رو نسبت میدم. اگر بخواید شما میتونید 4-5 تاشون هم همزمان انتخاب بکنید همونطور که شما میبینید، برای که دونه دونه این کار رو انجام دادم، مثلا برای 300 تا فایل صدایی اون ممکنه خیلی سخت بشه. شما میتونید کلیشون رو اینجوری انتخاب بکنید. اگرم خواستید اینو ببینید با کامند، شما هر کدوم از اینا رو با کامند اگه خواستید میتونید اضافه بکنید به سلکشنتون. و حالا میاد اینجا تو مادیفای اساین رول، حالا اینجا دقیقا خودش افکت هست. اگر نبود من میتونستم بیام اینجا از روی دیالوگ اینا رو تنظیم عوض بکنم و بکنمشون افکت. یه نکته بسیار 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 مهم اینجا، به دلیل اینکه الان شما اوورلپ دارین، این افکت ها با این افکت ها با این افکت ها اوورلپ دارن و اصطلاحا روی هم هستن، تمام این ستا به یه کانال تبدیل میشن. این اتفاق فاجعه ایه، ما اصلا نمیخوایم این اتفاق بیفته. ما نمیخوایم هر ستای این صداها توی یک کانال صدا اکسپورت بشن. خب برای این کار شما میتونید بیاید بگید که توی Edit Roles اینجا توی Modify Edit Roles توی بخش Audio Roles شما به جای اینکه مثلا ترک ها 1 و 2 و 3 و 4 داشته باشید، میتونید بیاید اینجا بهش آدیو رول جدید اضافه بکنید. البته من یه نکته بگم، خود من این ترک 1 و 2 و 3 و 4 اضافه کردم قبلا به خاطر اینکه دقیقا میخواستم این کار سریع پروژه دیگه انجام بدم. حالا من میام اینجا یه نیو آدیو رول میزنم، اسمش رو میذارم افکت 2، یه دونه دیگه افکت 3. بعد هم اگر خواستی میتونید اینا رو اسمش عوض کنید، خیلی چیزای دیگه هم میتونید اینجا انجام بدید. من اسم اینا رو میتونستم عوض کنم، بذارم مثلا حالا ترک های دیگه یا هر چیزی. خب من اینجا الان سه تا رول افکت دارم. حالا به این صدا و هر چیزی که فرض کنید شما توی این سطح باشه، میتونم بیام افکت 2 رو نسبت بدم، به این یکی افکت 3 رو. این نکته رو باز من تاکید میکنم در نظر داشته باشید حتما، که اگر صداهایی که اوورلپ دارن توی یه رول باشن، چون تمام اینها تخت میشن و میشن یه کانال، به خاطر همین این مشکل ایجاد میکنه. کسی که کار میکس شما رو انجام میده باید بتونه تک تک اینها رو جدا روش کار بکنه.
اگر به طور مثال این صدا اینجا بود، من اصلا واسه مهم نبود، فرق نمی کرد، چون عملا افکت دیگه ای، باز تاکید میکنم افکت دیگه ای، نه دیالوگ. الان دیالوگا توی رول دیگه هم. افکت دیگه ای نیستش که باش اوورلپ بکنه. ولی چون اینجا اینا الان روی هم هستن، من بعد بیام چند تا کانال واسه شون درست بکنم. خب حالا شما به تمام صداهاتون نسبت دادید، من یه بار چک میکنم، این الان میوزیکه، این الان افکت، افکت دو، افکت سه، دیالوگا. باز دیالوگا شما همونطور که میبینید اینجا الان اوورلپ ندارن. اگر مثلا دیالوگ آدام اینجا بود، باز از اونجایی که رول دیالوگ های من یکی میشه، بعد میومدم دوباره اینجا توی به طور مثال ادیت رولز یه دونم اینجا اضافه میکردم، مثلا دیالوگ دو، حالا یه هر اسم دیگه که شما دوست داشته باشین، و بعدا میتونستم اینجا بیام بگم خب حالا این یکی دیالوگ دو، به دلیل اینکه با این دیالوگ رابرت الان داره تداخل میکنه و یکی میشه با هم. یکی از راه‌های خیلی راحت‌ترش هم ممکنه اصلا این باشه که شما بیاین بگین خب آقا موزیکم که مشخصه چیه، هر چیزی که تو این کانال من انتخاب میکنم بیام میزنم، فرضاً ترک یک پایینی ها، ترک دو پایینی ها، ترک سه پایینی ها، ترک چهار، که دیگه هر کدومشون توی یه رول به این شکل باشن و دیگه اصلا مسلماً هم با هم تداخل نکنن. از هر دو تا روش شما میتونید استفاده بکنید. خب من حالا کارم تموم شده، میخوام خروجی صدام بگیرم. برای فرض کنید شما پروتولز، میام توی مستر فایل اینجا توی سیتینگ میگم فقط آدیو، و حالا اینجاست که خاطرتون هست توی قسمتی که راجع به خروجی داشتیم صحبت میکردیم، من گفتم این بحث رولزتون خیلی مهمه، اینجاست که مشخص بشه. چرا اینجا حالا شما میگین رول های من audio only as separate files، رول های من رو جدا کن و هر کدومشون یه کانال صدای جدا باشن. همونطور که شما الان میبینید اینجا تمام این رول ها جدا شدن، حالا استریو یا مونو یا سوراند اگه بخواید میتونید اینجا تغییرش بدید. من میذارم اینا مثلا فرض کنید شما همشون روی همون پیش فرض استریو باشن، طبیعتا معمولا صداها مونو دیالوگا، ولی خب حالا باز بگم بنا به اون چیزی که خودتون دارید میتونید اینجا تنظیمات رو تغییر بدید. اینکلود چپتر مارکس رو من واهم دارم، نیاز بهش ندارم. و حالا آدیو فرمت هم AIF باشه یا ویو، اگر شما رو مک کار میکنید معمولا استاندارد AIFF، اگر توی PC باشید ویو. و شما اگر اینجا بیاید این قسمت audio only as separate files رو وردارید و مثلا فرض کنید شما این رو توی یه چیز دیگه بذارید، اینجا الان فرمت های دیگه فعال میشه، AAC, MP3، حالا چیزهای دیگه. ولی زمانی که میخواید به عنوان رول اکسپورت بکنید، خود نرم‌افزار میاد تشخیص میده که آقا اصلا این کار استانداردش یا AAF یا ویو، بخاطر همین دیگه MP3 و اینا طبیعتا اینجا نمیذاره شما انتخاب بکنید. من next رو میزنم، از من یه جایی میپرسه که خب حالا کجا اکسپورت کنم اینو برات. من مثلا اینجا میام میگم که audio exports create، سیو رو میزنم. و حالا شما اینجا اگر بیایید توی این بخش شیرینگ ببینید، داره اونا رو دونه دونه برای من اکسپورت میگیره و خروجی میگیره. و حالا من اگر بیام توی فایندرم، توی این قسمت جایی که اینا رو آدیو اکسپورت رو انجام دادم، شما دقیقا میبینید که تمام اون اکسپورت ها به اسم پروژه من سیف شدن، یعنی اون پروژه که اینجا داشتم، به علاوه اون تگی که اسمشون بود، یعنی انتهای اسمشون، اون چیزی که من اینجا بهش نسبت دادم اضافه شده. اگه من بهش میگفتم مثلا ترک یک، ترک دو، ترک سه، به اون شکل انجام شد. خب همونطور که شما دیدین این عنوان خیلی خیلی راحته. حالا من باز میگم شما میتونید اصلا همه کانال های فایل صدای اینجا رو مثلا فرض کنید اگه این اینجا باشه، چون هم این اینجا باشه، میتونید مثلا اینو انتخاب بکنید بگید آقا اصلا من نمیخوام اینجوری اسمای عجیب غریب بذارم، من میخوام بگم آقا این کلا ترکیه که همه اینا که اینجا کلا همشون ترک دو هم،
همینه که تو این لبل هم همشون ترک سه همینجوری الاخر. این هم یه روشیه که کاملا منطقیه و کاملا با این روش هم میتونید کار بکنید، چون اینجوری هم دیگه شما مطمئنید که اینا روی هم افتادگی ندارن و تداخل ندارن. خودم هم با این روش کار میکنم. باز شما میگم بنا به میل خودتون، بنا به سلیقه خودتون میتونید این کار رو انجام بدین. امیدوارم این درسمون شکا و شبهات شما رو در مورد اکسپورت صدای فاینال کات و مشکلاتی که داره حل کرده باشه. باور کنید تمام این چیزایی که تو اینترنت دارن میگن همش دروغه. اینی که نه نمیتونه اکسپورت بگیره برای نرم‌افزارهای صدا فلان، روشش این چیزی که شما دیدید. حالا اگه کسی بلد نیست یا میخواد از بغل این هوچیگری پول برای پلاگین خودش درگیره، اون دیگه بحثش جداست. ولی به همین سادگی شما میتونید برای نرم‌افزارهای صدا خروجی بگیرید.